سلام به شما، با خبر شش از سلو و طلوع نیوز خوش آمدید. امروز پنجشنبه 20 مقرب سال 1400 هجری خورشیدی است. سرخط خبرها: برگزاری نشست ترویکا درباره افغانستان در پاکستان. همه ما نگرانی و منافع مشترک در صلح و ثبات این کشور داریم و تحقق آن یک مسئولیت مشترک همه ما است. تشکیل دادگاه نظامی از سوی حکومت برای رسیدگی به پرونده های نظامی در کشور. تأکید دیدبان حقوق بشر و کمک های بیدرنگ انسان دوستانه به افغانستان. سازمان ملل و جامعه جهانی باید برای جلوگیری از رخ دادن خدا نخواسته فاجعه بزرگ بشری دست به کار شود و این مسئله را در اولویت خود قرار بدهد. طرح تازه ایران برای آغاز مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهان و افزایش میزان داد و ستد میان کابل اسلام آباد از گذرگاه تورخم. من بهرام امان هستم. نشست ترویکای توسعه یافته با حضور نمایندگان روسیه، چین، امریکا و پاکستان با میزبانی اسلام آباد برگزار شد. وزیر خارجه پاکستان با گشایش این نشست میگوید وخامت بیشتر اوضاع در افغانستان توانایی طالبان برای اداره کشور را محدود میکند و میافزاید. جامعه جهانی نباید اشتباه گذشته را تکرار کنند. از سوی هم کابل میگوید هیئت امارت اسلامی در حاشیه این نشست روی تعامل رسمی کشورهای جهان با حکومت تازه افغانستان با مقام های شرکت کننده دیدار خواهد کرد. اسلام آباد امروز میزبان نشست ترویکای توسعه یافته با محوریت مسائل افغانستان بود. نمایندگان روسیه، چین، امریکا و پاکستان در این نشست روی مسائل سیاسی و اقتصادی افغانستان گفتگو کردند. وزیر خارجه پاکستان میگوید که طالبان خواهان تعامل با جامعه جهانی است و جامعه جهانی هم باید اشتباهات گذشته را تکرار نکند و با طالبان گفتگو کند. ما مطمئن هستیم که تعامل ترویکای توسعه یافته با حکومت تازه افغانستان به تحکیم صلح و ثبات، ارتقای توسعه اقتصادی پایدار و محدود کردن فضا برای گروه‌های هراس افغانی که از داخل افغانستان فعالیت می‌کنند کمک خواهد کرد. پاکستان در این نشست از فروپاشی نظام اقتصادی در افغانستان هشدار داده و می‌افزاید که توقف کمک‌های جهانی به افغانستان سبب توقف پروژه‌های خارجی شده است و از جامعه جهانی می‌خواهد که پول‌های منجمد شده افغانستان را آزاد بسازند. همه ما نگرانی و منافع مشترک در صلح و ثبات این کشور داریم و تحقق آن یک مسئولیت مشترک همه ما است. این نشست در حال برگزار شد که یک هیئت بلندپایه حکومت افغانستان به رهبری سرپرست وزارت خارجه نیز در اسلام آباد به سر می‌برد. مسئولان امارت اسلامی می‌گوید که قرار است امیرخان متقی با نمایندگان کشورهای ترویکا در حاشیه این نشست دیدار کند. امید ده سفر لاستروان و دکوی خصوصا دلاری پوغدو که د افغانانو د اوختور اوختو په سلسله کې کوم ستونزې موږ لرو او کومي ارتیاوی لرو او هیوادوال من څه مشکل سره مخامخ دي په دې برخه کې مونږ هم ډيري خبري وکړې او په آینده کې به د دې لپاره په عملی ګامونو باندې خبري کوو. امیدواری امارت اسلامی افغانستان این است که سایر کشورها به خصوص ترویکا پلس به واقعیت‌های موجود در افغانستان احترام بگذارند و دیده و دانسته گام‌های خوب بردارند. باورها بر این است که این دیدارها بتواند در شناخت حکومت تازه افغانستان از سوی جامعه جهانی سودمند واقع شوند. جهانیان به این نتیجه رسیدند که طالبان فعلا یک حقیقت است و کشورهای جهانی و یا منطقوی کوشش دارند تا بعضی از خواسته های خود را که دارند در مورد حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق میدیا با طالبان در صحبت باشند. سفیر پاکستان در افغانستان نیز در تویت گفته که این نشست نشان دهنده تعهد قاطع پاکستان به صلح و ثبات و پیشرفت در افغانستان است. این در حالی است که تا اکنون هیچ کشور جهان به شمول پاکستان حکومت تازه افغانستان را به رسمیت نشناخته است.
کابل گفتند که در اعلامیه نشست هند درباره افغانستان بر آن تاکید شده سوی امارت اسلامی عملی شدند. معاون سخنگوی امارت اسلامی هم می‌افزاید که دیگر نیاز نیست تا کشورهای منطقه بر تشکیل حکومت هم شمول و کارگیری از خاک افغانستان بر ضد کشورهای جهان ابراز نگرانی کنند. پیکار با هراس افغانی ایجاد حکومت هم شمول کار گرفته نشدن خاک افغانستان همچون پناهگاه برای هراس افغانان از مسائل مهم نشست امنیتی هند درباره افغانستان بودند. ایجاد حکومت همشمول، همکاری مشترک منطقه‌ای برای پیکار با تهدیدهای هراس افغانی، کار گرفته نشدن از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر از مسائل بودند که در اعلامیه پایینی نشست امنیت منطقه‌ای هند بر آنها تاکید بیشتر شد. اما اکنون کابل میگوید که آنچه در این نشست بر آن تاکید شده است، امارت اسلامی آنها را برآورده ساخته است. خواستهای مشروعی که در این اعلامیه آمده از پیش برآورده شده و امارت اسلامی هنوز کوشش می نماید در این راستا گام های بیشتری بردارد. در کل باید بگویم امارت اسلامی از نظرات و پیشنهادات سازنده استقبال می کند. از سوی هم آگاهان مسائل سیاسی برگزاری این گونه نشست ها درباره افغانستان را می ستایند و می گویند که این نشست ها می تواند بر ثبات و اقتصاد کشور اثر گذار باشند. فکر می کنم که نشست هند برای افغانستان به خصوص برای در واقع کمک و بازسازی افغانستان مفید خواهد بود، چرا که هند یکی از کشورهای بزرگ منطقه است که به افغانستان کمک کرده و علاقمند کمک به افغانستان است. د دې ناستو او غونډو یوازینی هدف دا دی چې د افغانستان ګاونډي او د سیمې یو شمیر هیوادونه د طالبانو د حکومت پر اتک سره یو لړ اندېښنې او تشویشونه لري. نشست امنیت منطقه ای هند روز پیش با شرکت 8 کشور جهان درباره افغانستان برگزار شد. در این نشست از امارت اسلامی دعوت نشده بود، اما پاکستان و چین هم در این نشست شرکت نکردند. حکومت گفته که با تشکیل دادگاه نظامی به تمامی پرونده های نظامی رسیدگی خواهد شد. مسئولان حکومتی میگویند که هیچ نظامی که در هر مقامی که باشد در این دادگاه مسئولیت قضایی نخواهند داشت. و گفته ذبیح الله مجاهد بان که دادگاه ویژه در حکومت پیشین نیز وجود داشت، اما به پرونده های نظامی رسیدگی نمیشد. از همین رو انتظار می رود که با تشکیل این دادگاه چالش ها در این پیوند حل شوند. در تازه ترین فرمان مولوی هبت الله رهبر امارت اسلامی، دادگاه نظامی در تشکیلات امارت اسلامی افزود شده است. در این فرمان آمده است که به منظور تنفیذ نظام شرعی، تعمیم احکام الهی و اصلاح اجتماعی این دادگاه ایجاد شده است. مولوی عبیدالله نظامی رئیس، مولوی سید آقا و مولوی زاهد آخوندزاده قاضیان دادگاه نظامی تعیین شدند. امارت اسلامی افغانستان حس کرد که می خلا باید پر شود، نظامی محکمه نظامی را تاسیس کرد. ان شاء الله او به قضایای مربوط که برشان در لایحه و طرز عملشان داده شده کار خواهد کرد و ان شاء الله اجراتشان مطابق با شریعت اسلامی جدی و بسیار در وقت کوتاه خواهد بود. امارت اسلامی میگوید که دادگاه نظامی صلاحیت دارد تا شکایت ها، دعواها و عرایض را در برابر مسئولان و کارمندان وزارت های دفاع، داخله و ریاست استخبارات به بررسی بگیرد. اما فیصله های این دادگاه نهایی است یا خیر؟ در صورتی که تثبیت شود آنها را در چوکات شریعت اسلامی در برابرشان فیصله صادر بکنه که آن پس از تایید محاکم ثلاثه و مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان عملی می شود. ایجاد دادگاه نظامی در اوضاع کنونی چی سودی دارد؟ آیا دادگاه نظامی توان به دادگاه کشانیدن مقام های بلندپایه امنیتی را دارد یا نه؟ هیچ چیز نرسته. خدر امیر مومنین عام حکم کرده که هر سوک تخطیب و کبی اگر به تلاس نمیر کیف یا پدر محکمه که محکمه کی دریف چی که البته زینی حدود قصاص یا دام دا صلاحیت دی محکمه زغای سترسو دا غا بیا محکمه تای کیجی بیا ما امیرمون تفشیح کبی بیا با غای اجرا کیجی دفتن گتم لری کسوم رسی گت لری یا سناس ستونزم لری نو کستونزی ور طرف کو
او ګټو نه استفاده وکړو بیا د خطر محکمه ته به هر څوک حاضری. این نخستین باره نیست که برای نظامیان دادگاه نظامی تشکیل می شود، بل در حکومت پیشین نیز دادگاه ویژه‌ای برای بررسی پرونده های وزیران و مقام های بلندپایه دولتی ایجاد شده بود، اما با وجود آن به آن پرونده ها رسیدگی نشد. دیدبان حقوق بشر در اعلامیه‌ای از کشورهای کمک کننده، سازمان ملل متحد و نهادهای دیگر می‌خواهد که به اقتصاد افغانستان بیدرنگ کمک کنند. به گفته این دیدبان، نهادهای مددرسان باید به سیستم ورشکسته بانک‌ها رسیدگی کنند و از آمدن قحطی در افغانستان جلوگیری کنند. از سوی هم امارت اسلامی از نهادهای کمک کننده می‌خواهد تا جلو فاجعه بشری در افغانستان را بگیرند. دیدبان حقوق بشر در اعلامیه گفته که پس از تسلط طالبان بر افغانستان میلیون ها دلار درآمد از دست رفته، قیمت ها افزایش یافتند و بحران نقدینگی و کمبود پول نقد بسیاری از مردم را از دسترسی به غذا، سرپناه و مراقبت های صحی محروم کرده است. اقتصاد و خدمات اجتماعی افغانستان در حال فروپاشی است و افغان ها در سراسر کشور از سوی تغذیه حاد رنج می برند. کمک های بشر دوستان حیاتی است، اما با توجه به این بحران دولت ها، سازمان ملل و نهادهای مالی بین المللی نیاز به تعدیل بیدرنگ محدودیت ها و تحریم های موجود بر اقتصاد و بخش بانکی کشور دارند. مشکلاتی که برای افغانستان ایجاد شده در اثر تعاملات سیاسی است در امریکا و خصوصا در کانگرس امریکا، که حل از این اصلا راه حل سیاسی بوده میتانم. در بخش از این اعلامیه این نهاد خواسته است تا طالبان، سازمان ملل و بانک جهانی به توافق دستیابند تا بانک مرکزی افغانستان به سیستم بین المللی دسترسی داشته باشد. بلاک بودن پولهای افغانستان در بانکهای جهانی و در مراودتهای اقتصادی با کشورهای همسایه سبب رکود اقتصادی و ایجاد آسیب پذیری شدید در پیکره نظام اقتصادی افغانستان خواهد شد. سازمان ملل و جامعه جهانی باید برای جلوگیری از رخ دادن خدا نخواسته فاجعه بزرگ بشری دست به کار شود و این مسئله را در اولویت خود قرار بدهد و کرامت جان و آبروی انسانی را بر همه مسائل سیاسی و غیر ضروری ترجیح بدهد. اسوی هم شهروندان کشور از فرار رسیدن فصل سرما نگرانند و از جامعه جهانی میخواهند تا پولهای منجمد شده این کشور را آزاد کنند. ما پرنج بسکل سازی میکنیم، میگه فقط بختی زیاد است، کار نیست، غریبی نیست بر مردم. مردم در حالتی است که زمستان است، طرف زمستان رسید، این طرف مردم چیزی ندارن. اصلی وجه این دقت است در پیسې باندې د امریکا باید دو نوې چیز د افغانستان د ملت سره همکاری وکړي. پیش از این سازمان ملل و شماره از نهادهای کمک کننده از بدتر شدن اوضاع بشری در کشور خبر دادند. از سوی هم اداره پناهجویان ناروی از افزایش روزافزون پناهجویان افغان به ایران ابراز نگرانی میکند. مسئولان این نهاد گفتند که در 3 ماه پسین نزدیک به 300 هزار پناهجوی افغان خودشان را به ایران رسانیدند. آنان میافزایند که روزانه تا 5 هزار شهروند افغانستان کشورشان را ترک میکنند و تلاش میکنند تا از راههای غیرقانونی به ایران بروند. اینجا نزدیک مرز مشترک میان افغانستان و ایران در ولایت نیمروز است. این مردان آمادگی میگیرند تا با کارگیری از این موترها به گونه غیرقانونی خودشان را به آن سوی مرز برسانند. کاش که کار غریب باشه، جا نه کار است، نه غریبی است، نه پول است. خدا مهربان است که لوجا بره بگو جام کار ورد تو جا برسیم خوب خوب نرسیم مگر در مرز پس بیم با مت بیکار با خانه خوشیم. در اینجا در کابل نیز در پایتخت کشور روزانه تا 2500 تن به هدف رسیدن به ایران به ولایت نیمروز میروند. ز ایران ته زما او ډیره غمه زما چې دلته د زمونږ ملک روزګار نشته دی، چې روزګار وای موږ پردو ملکو کې څه کوو. ولا چې لارې خو ډیرې سختې دي، خو بې هیڅ درک نه کیږي، ځکه چې وطن حالات هم سي ورځ د ورځ د خرابېږي او پیسې بېخي شته دی. از سوی هم آمارهای اداره پناهجویان ناروی نشان می‌دهند که در 3 ماه پسین نزدیک به 300 هزار شهروند افغانستان به ایران رسیدند. و این آمار نشان می‌دهد که روزانه تا 5 هزار افغان از راه‌های غیرقانونی به ایران می‌روند. ما انتظار داریم که این امر حتی هاتر شود، زیرا صدها هزار تن به مرز میان افغانستان و ایران می آیند. زمستان در افغانستان وحشتناک خواهد بود. اقتصاد وجود ندارد، کمک های بسیار اندک وجود دارند و سرپناه و غذا برای آنها بسیار کم است. میلیون ها تن در افغانستان نیازمند کمک هستند. اما وزارت مهاجران و عودت کنندگان از شهروندان کشور میخواهد که در فصل سرما نباید به گونه قاچاقی آن هم از راه های پرخم و پیچ کشورشان را ترک کنند.
بدون اسناد و مدارکی که بتانه اینا را به عنوان مهاجر قانونی معرفی بکنن، اینا عازم کشورهای دیگر نشوند. و شاهد از این هم هستیم که تعداد زیادی از هموطنان ما در راه ها البته با مشکلات جدی مواجه شدند. این اظهارات در حال ابراز می شوند که وزیر داخل ایران در تازه ترین سخنانش هشدار داده است اگر به بحران اقتصادی در افغانستان رسیدگی نشود، ایران و کشورهای اروپایی با موجی از پناهجویان افغان روبرو خواهند شد. ادامه خبر 6. یک کارخانه تولید و پروسس سنگ مرمر به علت نبود بازار مناسب در کابل مسدود شده. مسئولین کارخانه میگوید که 200 هزار دلار در این کارخانه سرمایه گذاری کرده بود اما به علت نبود بازار فعالیت آن را متوقف کرده. با این حال برخی از کارگران که به علت مسدود شدن این کارخانه بیکار شدن میگویند به علت نبود کار با چالش های فراوان روبرو هستند. غم و دردش بیکاری است. یکی از ده ها کارگر این کارخانه که نگران آینده فرزندانش است. از سالها به این سو در بخش پالایش سنگ در این کارخانه کار میکرد. من خب به ماشین پالش کار میکردم، حالا که کارخانه بسته میشه دیگه، حالا فعلا طرف خانه میریم دیگه. کارخانه هم که چند جای جستجو کردیم و هم به تعطیل هستند دیگه. عبدالهادی 5 فرزند دارد و پس از ورشکست شدن این کارخانه روزها گرسنه میماند. میگوید که در چندین کارخانه دیگر درخواست کار داده اما هیچ پاسخ دریافت نکرده است. ما در کابل علی خانه گرفتیم 3,500 کرایه میده، مجبور شدیم دیگه. علی کارم میرخم شد ولی اگر نمی پا میکردن چی کنه دیگه. فلال خود دیگه یعنی باور کده این روزه ما گوشنم خواب کردیم. کارخانه‌ای که بخش از سنگ مرمر کشور را پروسس میکرد پس از 10 سال فعالیتش متوقف شده است. اکنون ماشین‌های آن انبار و کارگران آن بیکار می‌شوند. مسئول این کارخانه می‌گوید که کاهش ساخت ساز و نبود بازار مناسب از علت‌های بسته شدن این کارخانه است. تولید نداشتیم، مجبور شدیم که ماشین‌آلات جمع کنیم و خاطر که فروش نبود دیگه فعلا جمع می‌کنیم. اتحادیه صنعت سنگ افغانستان میگوید که شمار از کارخانه های دیگر نیز با سرنوشت مشابه روبرو خواهند شد. کارگرها اگر هر فابریکه 50 نفر کارگر داشت، فعلا فقط 10 نفر 5 نفر همونقدر نگاه کرده که مویگان کارهای استراری و پیرداری و نیمگپا رو بکنن و اکثرا فابریکا به می حالت مواجه است. افغانستان صدها معدن سنگ مرمر و گرانیت دارد اما از سالها به این سو بخش از سنگ مرمر را از بیرون وارد می کند. بیش از 100 کارخانه در سراسر افغانستان در بخش تولید سنگ مرمر فعالیت دارد. اما بسیاری این کارخانه ها فعالیتش هم اکنون محدود شده است و 95% تولید آن کاهش یافته است. شمار از کارخانه ها تولید آن به صفر تقرب یافته است. مثل این کارخانه که حالا دروازه هایش بر روی تولید بسته می شود. تمیم شهیر، تلو نیوز. اتاق تجارت مشترک افغانستان پاکستان گفته که میزان داد و ستد میان کابل اسلام آباد از گذرگاه ترخم افزایش خواهد یافت. کابل و اسلام آباد توافقنامه‌ای را امضا کردند که بر بنیاد آن صادرات و واردات از گذرگاه ترخم افزایش می‌یابد. از سوی هم روزنامه‌های پاکستانی نیز گزارش دادند که برای افزایش داد و ستد شمار اسکنرهای برقی در گذرگاه ترخم بیشتر خواهد شد. با بندرون باندې باید هم کار وکړ شي او بندرون په ظرفیت باندې کار وکړ شي چې دا به د افغانستان او پاکستان د تجارت او ترانزیت دواړو لپاره یو ښه اقدام او د آینده لپاره به تجارت کې پرمختګ راشي. شمار از بازرگانان ننګرهار میگویند که حالا چالش رفت و آمد کالاهای بازرگانی در گذرگاه ترخم و اسپین بولدک برطرف شده است. افغانستان امارات اسلامی رئیس وزرا سره نور مشران سره دی ناسته او کو تجارت پر رابطه دی بحث او کو زموږ په سرحدات کې سند مشکلات او نو د کله شامود قریشی در تک سره به تورخم دغه پیادل خلکو ته هم رفت آمد اجازه ورکو زموږ روان د تجارتی مالونو هم د صادرات هم د واردات اغه نه پس ان شاء الله اوس خشوي. شمار از آگاهان اقتصادی به این باورند که تسهیل داد و ستد در گذرگاه ترخم و اسپین بولدک صادرات کشور را افزایش می دهد و کوتاه‌ترین راه برای انتقال کالاهای بازرگانی کشور شمرده می شوند. افزایش کالا
کالاها وارداتی و صادراتی در افغانستان افزایش کنه از طریق تورخم و پاکستان هم جزء که یکی از منابع بزرگ تهیه کالاها و مواد شمرده میشه. ما میتونیم که یک گام یک مسئولیت را بالای اقتصاد کشور حتما احساس کنیم. در این میان شماری از دکانداران در شهر کابل میگویند که باز بودن گذرگاه ها بر روی کالاهای بازرگانی بهای این کالاها را کاهش میدهد. اگر مرزوار باز میباشه واردات ما حدوداً 80%، اگر نمیباشه مرزوار باز میره طبعا که کمبودات میایه حدوداً 40% پایین میره. را برویشان الا باشه مال و قیمت مناسب اینجا بیا برای مردم بیچاره و غریب با قیمت مناسب بیته. اگر ایان در راه ماسل بخوره و گمرکا بالا بره و مال از طرفانه بیا خب مجبور دیگه و بساده مشکلات بیاری ورده قیمت بالا بیته برای مردم. افغانستان و پاکستان بیشترین داد و ستد را با هم دارند و بخشی از کالاهای بازرگانی کشور از بندرهای واگه و کراچی پاکستان به کشورهای دیگر ترانزیت می شود. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر 6. تا درود دیگر، بدرود. وقت بر همه شما خوش.